قدر من لیدونکو له تاسو سره یو د سهار ژوند خبرونه دوام کوم. دغه شبه کولای شي چې د ارینا ټلویزیون د جهاني ویب سایټ لار څخه هم زموږ د خبرونه لیدونکو او سی ډبلیو 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 دات ارینا ټلویزیون دات کوم نن هم چهار شنبه ده. او بیا هم استاد ما سیر احمدیار با خود در برنامه داریم. سیر جان خوش آمدی، صبحت بخیر. سلام بسیار جان، خدمت شما و تمام دوستایی که بیننده ما هستن. تشکر. خوشحال هستیم که بازم امروز در برنامه خودت داریم با خود، با نقاشی های جدید و با رنگ های زیبا. امروز بر ما چی داری سیر؟ امروز یک رسم جدید داریم، یک نقاشی جدید داریم، روی یک طبیعت کار میکنیم. کار را شروع میکنیم چون کارم امروز شاید یکم طول بکشه، به مخاطر زودتر کار میکنیم. یک طبیعت است کلن. خوب است. با خانه و تمام و از رنگ دلخواه مخواه استفاده میکنن امروز؟ رنگ سبز. بله، رنگ سبز که از بیشتر در طبیعت در درخت ها استفاده میشه، ما امروز بیشتر از رنگ سبز استفاده میکنیم. و رنگ آرامش هم هست؟ بله، رنگی است که برای چشم خیلی مفید است. نیمی کارای شب سیر جان بختر تمام کرده؟ بله، ما اسکیچ کردیم قبلا چون به خاطر که وقت برنامه کم است. ما اگه اسکیچ داشته باشیم فقط با رنگ ها فعلا کار میکنیم. کمره هم زوم است، بیننده ها میتونن بسیار به راحتی ببینن که سیر جان چی میکنه. دوست حالت خط زدن را متوجه باشن که مثلا هر درخت را ما با مشکل مختلف خودش کار میکنیم. ما نمیتونیم تمام وسایل و اجزا را با مو یک نوع خط کار کنیم. یعنی هر درخت که از هر اجزای طبیعت که از امو خط زدن مختلف خود را داره، باید ما با مشکل خاص خودش را خط بزنیم و کار کنیم. و بیننده ها هم میتونن ببینن که درخت با کدام مهارت سیر جان خط میزنه یا هم رنگ میکنه. مثلا هر درخت که شکل متفاوت خودش را داره. بله، نام این درخت چی است سیر؟ این درخت ها که از فکر کنم درخت های چنار است که از قسمت پسر امی خانه یا کوتی است بیرون شده و این درخت های بزرگ است که شاخه و بوته ها پوشانیده شده. بله، درخت سرو است یا کارت؟ درخت سرو هم گفتم. بله. چی درخت های سرو است؟ بسیار درخت های قد بلند قد بلند هستن که بعض اوقات اشخاص قد بلند به امی درخت ها تشبیه میکنن. دقیقا. در شعر و شاعری اگر شما متوجه باشین بیشتر قد بلند را به سرو تشبیه میکنن. قد خودت هم سرو وارست سیر جان. از خودت هم کمتر از من نیست قدتان. نام خدا قدتان بلند است. تشکر. باز بعض اشخاص که قدشان سر بار نیست یک کمک زورشان میده. از سودیشان میاد. مثالشان دایرکتر برنامه بوده میتونه. خب سیر جان، این خانه دیگه هم خانه های قدیمی هسته. خانه هایی است که در گوشی از طبیعت جا گرفتن، یک زیبایی را به طبیعت اضافه کردن. بله، ولی در بیشتر از کشورها هم قسم خانه ها می باشن، در ژاپن، در چین و در کشورهای مختلف اروپایی هم اما قسم خانه هست، ولی در افغانستان نیست. ما متوجه نشدیم در افغانستان خانه هایی هستند که بیشتر دوستایی که به تفریح و طبیعت میرن، به کمپینگ میرن، باز از این خانه میتونن استفاده کنن. بعضی از این خانه ها مثلا هست، بعضی ها نیست، باز شاید کراهه بتن. چیز به خانه های سیار میمونه چون از چوب ساخته میشه و یک کمک که طوفان و باد باران شوه از بین میره. و سیر جان هم از رنگ قهوه‌ای استفاده کرد برای رنگ آمیزی قسمت بالای خانه چون از چوب ساخته شده و چوب هم رنگ قهوه‌ای داره. بله، رنگ های قهوه‌ای و رنگ های قهوه‌ای سرخ که مثلا سرخ هم در ترکیبشان داره بیشتر استفاده میکنیم. رنگ دلخواهت کدام رنگ است سیر؟ بیشتر رنگ های آبی، آبی لاجوردی که الترامارین میگن در نقاشی برش، از رنگ ها ما بیشتر در نقاشی استفاده میکنم. بسیار خوب. و ما دو رنگ خونسا هم داریم که رنگ سیاه و سفید است. که رنگ ها خونسا هستند. یعنی در شامل دایری رنگی ما شامل نمیشه. ما در چرخ رنگی چند نوع رنگ داریم. در یعنی رنگ دستی اول است، رنگ دستی دوم است و همین قسم باز از او کمپلمنت یا ترکیب میشه که رنگ های متفاوت دیگه ایجاد میشه.
در رنگ دسته اول ما سی رنگ داریم، رنگ زرد است، سرخ است و آبی است که از این سی رنگ باز ترکیب میشه رنگ های دسته دوم و همین قسم رنگ های متفاوت دیگه. ما با دیتیل و جزئیات پیش میریم، خانه را خیلی با جزئیات کار میکنیم چون قسمت اساسی طبیعت است و باز ما میتونیم در قسمت درخت ها جزئیات چه میشه یادآوری کنی سیار جان که جزئیاتش و قسمت های مهمش کدام بخش است؟ قسمت جزئیات و دیتیل که هست همین قسمت های خرد و کوچک میباشه که ما بیشتر روش میپیچیم و قسمت های کلیات و عمومیش که هست همین اسکیجینگ است و رنگ های عمومی است. ولی ما قسمت های مثلا چوب را نمایان میسازیم، کلکین ها را بیشتر واضح میسازیم. این قسمت ها که از بر جزئیات گفته میشه که روی جزئیات بیشتر کار میکنه. بله و واقعا بسیار تاثیرگذار هم است کار کردن بالای جزئیات، هم تصویر ما را جذابتر میسازه و هم خوبتر ما درک میکنیم که این تصویر ما چی است، بهتر معلوم میشه. این دیگه پایه برق است. این پایه برق است که از این قسمت یک لاین برق هم قهوه‌ای رنگ کردی؟ بله، چون پایه برق چوبی است فولادی است رنگش، اونا بیشتر سمیتی است به او خاطر فولادی است. این پایه برق است که چوبی است. خب اوش که برق نگیری. یک درخت بزرگ است که در قسمت از این خانه قرار گرفتن، بیشتر روش کار میکنیم که زیبایی از این خانه و طبیعت را خیلی مقبول بر ما نشان میده. هر قدر ما شاخ و برگش را متفاوت کار کنیم میتونیم به مدل های خود به ذوق علاقه خود شاخ و برگش را کار کنیم. این درخت ها عموما بیمیوه میباشه فقط به خاطر زیبایی طبیعت و بیشتر به مقبولیش طبیعت اضافه میشن. بسیار خوب. در درخت هم جزئیاتش هم ساقه هایش می باشه و برگ هایش می باشه. دقیقا بیشتر باید ما روی ساقه ها کار کنیم که همون قسمت چوب را به خود نشان بده و قسمت برگ و شاخ و همون شاخ و برگ هایش بیشتر باید کار کنیم. ما در نقاشی و رسامی هر قدر روی جزئیات بیشتر تاکید کنیم، ما مثلا بیشتر در طبیعت بریم از نزدیک ببینیم، هر برگ را از نزدیک مطالعه کنیم، همه قدر رسم ما بسیار ریالتر و واقعیتر میاد. دوستایی که مثلا کار میکنن، نقاشی کار میکنن، باید در طبیعت آزاد براین، خودشان مطالعه کنن، ببینن. نسبت به اینکه از روی تصویر کار کنن، باید بیشتر در طبیعت برن، برگ ها را از نزدیک مطالعه کنند، شاخ ها را، ساق درخت را، سنگ ها را، هر کدام را از نزدیک، حتی رنگ ها را، مثلا رنگ آب چگونه است در طبیعت، مثلا از طرف صبح و وقت رنگ آب چگونه می باشه، از طرف بعد از پیشین رنگ چگونه میشه. این رنگ ها که در طبیعت ما بریم مطالعه کنیم خیلی بر ما مفید است، خصوصا بر اونایی که نقاشی میکنند، از رنگ ها استفاده میکنند، خیلی برشان مفید واقع میشه. بله و در تصویر هم دوستا میبینن که چقدر همی رنگ آمیزیش خود را کشیده و بسیار واضح معلوم میشه که سیار جان چی را رسامی کرده. بسیار از رسامی ها را وقتی که ما در کمره نشان میتیم خود را نشان نمیتن تا که زیادتر زوم نشه و خوبتر درک هم نمیشه که چی رسامی شده. ولی ای که بالای جزئیاتش بیشتر کار شده و عمیقتر کار شده باز خوبتر معلوم هم میشه و ما درک هم میتونیم که چی رسام شده. البته سیار جان از یک شاگرد بسیار لایق دگام داری یاسر جان که اونام در این بخش کار میکنن و زمان که سیار میای به برنامه باز از همه که بیشتر متوجه نقاشی کردن سیار جان یاسر جان زیاد میباشن. بله یاسر جان نام خدا علاقه بسیار خوب داره و استعداد بسیار خوب داره، من رسمش دیدیم کار میکنه. بله بخیر یک روز یاسر هم در برنامه میخواییم با خودت باشه. نه بخیر دعوتش میکنیم ببینیم که کارهای یاسر جان هم میبینیم. ما هر قد اینجا با بوته ها و شاخه ها و سبزه ها بیشتر بازی کنیم اما قدر رسم و زیبا و مقبول میشه. قسمی که خود ما تو در زندگی عادی ها میبینیم سبزه ها و محیط سبز
بر ما آرامش میده، ما را خوشحال میسازه و خوش ما میایه. اما قسم چیزی که طبیعی است، مثل که قبلا سیرجان یادآوری کردن، همون را زمانی که ما به تصویر هم بکشیم به ما اندازه زیباتر میشه و بر ما جالب تمام میشه. این قسمت های سبز است که ما بیشتر روش تاکید کنیم که به ما هم را واضح بسازه. کلن لازم و ملزوم یکی دیگه است، یک قسمت زمان که ما کار میکنیم قسمت دیگه بر ما نمایان و واضح میشه. بله. خب البته اگر با جزئیاتش رو بهتر و خوبتر کار بکنیم. دقیق. در صورتش. ما بازم از امون رنگ آبی الترامارین ضرورت داریم که ما قبلا گفتم رنگ دلخواهیم است. خب این رنگ به خاطر چی استفاده کردی؟ بعضی قسمت های سنگ است که مو سایه ها خورده و ما رنگ سرد و گرم را قبلا هم گفته بودم که ما در ترکیب نقاشی های خود باید استفاده بله، کنیم. بله، چهارشنبه قبلی. بله، این رنگ سرد و گرم زمانی که ما با هم ترکیب میشه در نقاشی ما هم زیبایی نقاشی را هم کانترست رنگی را بر ما بیشتر نمایان میسازه. و ای که ما باز مکمل از یک رنگ استفاده کنیم، مثلا رنگ گرم استفاده کنیم در نقاشی های خود، بازو هم یک سبک خاص خود را داره، علاقه مندای خاص خود را داره. ولی خوب است که ما از دو رنگ، مثلا دو رنگ متفاوت، یک کنتراست رنگی ایجاد کنیم که رنگ سبز و رنگ گرم و رنگ سرد است. بسیار خوب. خب بسیار جان کمک دیگه تقریبا از عجله کار بگیم دیگه. آسمان فکر کنم. بله، قسمت ها را ما آبی کار میکنیم به خاطر آسمان و فقط قسمت سبزه ها را کار کنیم دیگه رسم ما تکمیل میشه. کمی قسمت را بر ما واضح شده. در تصویر هم واضح معلوم میشه که سیرجان چقدر زیبا رسامی کرد. تقریبا دیگه رسم رو به پایان است. اگر ما بیشتر روی جزئیات کار کنیم، یعنی کار ما میتونیم کرده، کار وجود داره زمانی که ما میبینیم، ولی خوب است که خوب میشه کمک یک دقیقه دو دقیقه دیگه هم کار کنی بارش. بله، روی جزئیات بیشتر کار میکنیم. این قسمت ها سبزه هاست، شاخه هاست، بیشتر کار میکنیم. ما میتونیم به دلخواه خود هر نوع گیاه و سبزی که در طبیعت دیدیم استفاده کنیم. بله، یعنی آزاد استیم در این قسمت ها. قسمت دو طرف را است که با سبزه ها پوشانده شده و در وسط را است. بله، بله، فکر کنم تمام شد سیرجان. بله دیگه رسم تقریبا تمام است. یعنی قسمی که سیرجان هم گفتن هر قدر بخوایم میتونیم بالای جزئیات دیگه تصویر کار بکنیم. نظر به سلیقه و علاقه خودتان خیلی زیبا، بسیار یک منظره زیبا، یک خانه زیبا. تشکر سیرجان. تشکر از شما که بر ما وقت دادین و این رسم را ما به دوستا ارائه کردم. بله، بسیار تشکر. انشالله که بازم چهارشنبه آینده با خودت می باشیم با یک رسم و درس جدید. انشالله باشیم. تشکر. میریم ما به طرف حفیظ امیری که به منطقه جاده رفته و ببینیم چه خبر است منطقه جاده، مردم ما مصروف چه کارهایی هستند.